جلسه چهارم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أحمد والقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعاً سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سوالی که خدمت شما امروز تقدیم می گردد این است که وتر موتور یگانه تنها مانده وجود اقدس و انور امام حسین علیه السلام شدند. دو وجه از وجوه یگانگی حضرت دیروز بیان شد. حدود 20 وجه از اختصاصات امام حسین علیه السلام است. چند تای اون رو عرض میکنم، شما هم به تعدادی که بنده عرض میکنم به همین تعداد فکر میکنید و از وجوه منحصر به فرد حضرت برای ما می نویسید. اونیش که مشهور نیست رو من خدمتتون عرض می کنم. ای کسی که نه تنها در اصحاب یگانه بودی، بلکه در شیوه دفاع از دین هم یگانه بودی. نه تنها در شیوه دفاع یگانه بودی، بلکه در کیفیت ابلاغ اهل بیت شما هم یگانه دوران بودند. و نه تنها در ابلاغ رسالت الهی شما یگانه بودید و اهل بیتتون، بلکه در اینکه ورود به حرم شما بدون اذن دخول است، در بین تمام ائمه یگانه اید. در اینکه باید با همان حال
مسافرت وارد حرم شما شد یگانه اید. در این که 7000 ملک مقرب الهی با کی گریان و شعص جولیده در کنار مرقد مطهر شما هستند همیشه یگانه اید. در این که 4 فرسنگ شرعی 22.5 کیلومتر این 7000 ملک مأمور به استقبال از زائر شما هستند و بعد هم همین تعداد مأمور به مشایعت هستند تا فاصله 4 فرسخی شما یگانه هستید. در این که خاک مرقد مطهر و منور شما حجاب‌های 7 گانه نماز ما را از بین می‌برد، شما یگانید که ای خاک تربت تو مهر نماز من. تنهایید. حال شما فکر کنید ببینید تو چه چیزهای دیگری حضرت منحصر به فردند. به همین تعدادی که عرض شد برای ما بنویسید، خیلی از اونایی که مشهور بود رو بنده خدمتتون عرض نکردم. اما سلام بر تو یا حسین و بر ارواحی که حلت به فنائک. نفرمود اجسامی که در معیت شما بودند، فرمود ارواحی که اونجا بودند. یعنی رابطه امام علیه السلام با مأموم خودش رابطه روحانی است، رابطه معنوی است، رابطه ظاهری و شکلی نیست. و آنگاه چه ارتباط معنوی شد، سلام بر تو و سلام بر آنها ردیف هم و پشت سر هم می آید. البته اونها باید حلت به فنائک فانی در امام خودشان شده باشند. رابطه ای که بین مأموم و امام است، رابطه مثل رابطه بین رئیس و مرعوس، فرماندهان ظاهری و فرمانبران نیست. رابطه فانی و مفنافی هست. اگر به شما بگویند نقطه چیست،
میگویید آن چیزیست که نه طول دارد، نه عرض دارد، نه ارتفاع. میتونید نشون بدید؟ نه. فانی در چیست؟ فانی در سطح است، فانی در خط است. آجان خط رو میتونید نشون بدید؟ میتونم تعریف کنم. چیه؟ اونی که طول دارد، عرض و عمق ندارد. کجاست این خط؟ فانی در سطح هست. سطح رو میتونید نشون بدید؟ نه. اما میتونم تعریف کنم. چیست؟ اونی که طول دارد، عرض هم دارد، عمق ندارد. اما فانیست در حجم. حجم رو میتونید نشون بدید؟ بله. دیگه تو حجم که اومد فنا معنا نداره، موجوده. اصحاب امام حسین علیه السلام به مثابه نقطه‌ای هستند که آن نقطه که در حساب ناید، آن ذره که در حساب ناید، ما این فانی در امام. یه نمونش رو عرض میکنم رد میشم. جوان 18 ساله ای کربلا جزء اصحاب حضرت است، حمائل بسته، اسلحه بسته، اومده مقابل امام: یا حسین اجازه بدید برم میدان. فرمودن پدرت شهید شده، برو سرپرستی مادرت باش. گفت آجان من از شما یک اجازه خواستم. حضرت مجددن فرمودن برو سرپرست مادرت باش. گفت آجان اگر مادر من این حمائل را به من بسته باشد و گفته باشد برو از حسین دفاع کن، شما چه می فرمایید؟ فرمودن میگم برو جبهه. گفت من هم همین را می خواستم. اومد مقابل لشکر دشمن. در عرب رسم است خودشون رو معرفی کنند: قبیله، پدر، مادر، در کدام جنگ شرکت کرده، چیا رو زخمی کرده، چیا رو به خاک انداخته، دلاوری هاش رو بگند. یادمون نره بحث فنا رو در این مطرح میکنیم. این اومد مقابل لشکر دشمن استاد، تالا تو جنگ شرکت نکرده است. گفت اونایی که منو میشناسید که هیچی، اونایی که نمیشناسید من میخوام خودمو معرفی کنم. حبیبی حسین و السلام علیکم و رحمت الله. من به دوست خودم شناخته میشم، چون کسی نیستم که بخواهم شناخته بشم. اگه خواست کسی من را بشناسد، به حسین من را بشناسد. دوست من حسین. نمیگن فنا. حالا اونایی که کربلا آمده بودن، فانی در امام بودن، از خودشون چیزی نداشتن. اونی که در این مال شماست.
بوریر حدود 90 سالشه. شب عاشورا بلند میشد میکرد یا حسین هر چه هست مال شماست، ما میدویم تا به شما برسیم. لذا این که میفرمایید بیعت رو برداشتیم، ما با بیعت نیومده بودیم که با برداشتنش بریم. اونی که ما رو توی این میدان آماده ی کارزار کرده است عشق به شماست. اونایی که با عقلشون اومدند بیعت رو برداشتید میرند، اونایی که با قلبشون اومدند هر جا حسین هست همون جا هستند. اینو میگن فنا. حالا اگه خواستیم این جمله ما درست بیاید که یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزن عظیما، حسین عزیز ای کاش ما با تو بودیم و به فوز عظیم میرسیدیم، باید بتونیم ادعا بکنیم که یا ابا صالح المهدی ما فانی در شما هستیم. به این معنا که خودمون هیچ نداریم. صفر الکف. آقای قرائتی می فرمودن رفتم خدمت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، سلام کردم به ایشون، جواب سلام منو دادن رفتن تو اون اتاق اون طرفیه. به مرحوم استحمدا گفتم امام چیزشونی؟ گفت من دو روز یکی از اولیاء خدا فوت کرده حال امام را دگرگون کرده. گفتم چی بوده که اثرش از 72 تن در روح امام بیشتر شد تو حزب جمهوری؟ چون بعد از جریان حزب من اومدم خدمت امام، امام را این گونه ندیدم. حالا این چی بوده همچی شده؟ رفتم خدمت رهبر بزرگوار، اون زمان رئیس جمهور بودن. گفتم آقا اینی که دو روز فوت کرده رو شما میشناسیدش؟ فرمودن چطور؟ گفتم حال امام رو تغییر داده، معلوم میشد خیلی بزرگی. گفتن در بزرگیش همین بس یه کلمه من بهت بگم و اون کلمه این است. 10 روز پیش اومد اینجا به من گفت من 8 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. نگاه کردم به گذشته عمرم، دیدم چیزی ندارم، هیچ. حالا میخوام وارد بر خدای متعال بشم، اگه از من سوال کنه چی آوردی چی میگم؟ لذا تصمیم گرفتم این 8 روز باقی مونده یه کاری کرده باشم. فکرشو کردم چه کار من میتونم کرده باشم، به ذهنم نرسید الا اینکه بیام تو دفتر شما بگم آقا منو بفرستید پیش نماز یه مدرسه ابتدایی بشم برای بچه ها نماز بخونم. چرا؟ چون بچه ها اخلاصشون به من سرایت میکند، باعث میشد منم یه نماز درستی بخونم.
باعث میشد منم یه توجهی پیدا کنم. حالا هرچی تو این قضیه انسان جلو میرد تازه میفهمد که هیچی نداره. وجود اقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمویند العلم ثلاثت و اشبار، علم سه وجبه. اذا وصل الى شبر الاول، وقتی که عالم به اون وجب اول رسید تکبر میکنند. اذا وصل الى شبر ثانی، وقتی رسید به وجب دوم تواضع، تواضع میکنند. اذا وصل الى شبر ثالث، وقتی رسید به وجب سوم علم انه لا یعلم شیئا، میفهمد که هیچی بلد. حالا راستی اصحاب امام حسین علیه السلام عالم بودن. گفتن نه تنها ما هیچی نمیدونیم بلکه هیچی هم نیستیم، شدن فانی. حملت به فنائک، علیکم منی سلام الله. شما بعضا عربی اطلاعاتی دارید، یه قاعده داریم ما در عربی که تقدیم و ماحقه و تأخیر یفید الحصر، مقدم انداختن اون چیزی که جاش مقدم شدن نیست افاده حصر میکنه، دایره رو تنگ میکنه. علیکم منی سلام الله، فقط و فقط بر شما از ناحیه من سلام خدا با. یعنی به جایی رسیدید که سلام از ناحیه من خیلی کمتر است برای شما، باید سلام از ناحیه خدا باشد. لکن ابلاغ این سلامو من بکنم، علیکم منی سلام الله. حالا یک دفعه سلام بکنم؟ نخیر، ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار، مادامی که خود من باقی هستم و مادامی که عالم باقی است، یعنی شما مستوجب سلام خدای متعال هستید، در طول عالم. و اگر من میگویم سلام خدا بر شما، بازم ظرف من برای رسیدن سلام به شما کوچک است. هر چقدرم من تو طول عالم رشد کرده باشم بازم کمه. لذا درخواستم اینه که این سلام من وصل به ابدیت بشود و وصل به انسانیت بشود، تازه منشأ این سلام هم من نباشم، مبلغ این سلام باشم، ابلاغ این سلام بکنم، منشأش خدای متعال باشد. یه نکته ای رو داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم،
شما تو آیه قرآن میخونید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد و احسن ترجمه. ولی بنده فکر میکنم که به معنی این آیه خیلی توجه ما نکردیم. همانا حق تعالی و ملائکه بر پیغمبر درود میفرستند، ای کسانی که ایمان آوردید شما درود بفرستید. بنده و جناب عالی در میان میگم خدایا زبان ما کوتاه‌تر است از درود بر پیغمبر. ما کوتاهیم، خاک کجا و آدم پاک کجا؟ من درود بر پیغمبر بفرستم بلا فاصله حق تعالی میاد به میدون ما میگه که خب منو وکیل کن، تو که ازت نمیاد بر پیغمبر رو درود بفرستی منو وکیل کن. میگم خیلی خوب، انت وکیل. ما بخوام صیغه وکالت با تو بخونیم باید چی بگیم؟ میگه بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا تو از ناحیه ما بر پیغمبر درود بفرست. ما خودمون کوتاه‌تریم، از درود بر پیغمبر تو بفرست. حق تعالی شروع کند درود فرستادن، تا درود میفرستد پیغمبر عظیم الشان باید جواب ما رو بدهد. طبق نص سریع قرآن اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، خب پیغمبر باید بهتر از خود ما جواب برو بده. نبی مکرم هم رو به حق تعالی میفرماید و میگوید خدایا تو هم وکیل از ناحیه من بر این امت درود بفرستی، بهترش میخواد جواب بده دیگه. از هر درودی بر پیغمبر اگه از ناحیه حق تعالی رفت بلا، از ناحیه حق تعالی هم برمی‌گردد بله پایین. حالا این درود تو بحث صلوات، سلام تو بحث زیارت عاشورا. علیکم منی جمیعا سلام الله. ما به کسانی که معتقدیم حیات دارند و معتقدیم جواب سلام میدهند میگوییم سلام خدا از ناحیه ما بر شما. و وقت اونا تزور جواب میمونه میدن، مگه جواب سلام واجب نشد؟ بله. اول قاعده اونا به بهتر از وقتی که ما سلام دادیم باید جواب ما رو بدن. اون وقت دیگه ببینید این سلام چه معنایی پیدا میکنه. شما در سلمید از ناحیه ما، ما هم در سلامتیم از ناحیه شما. و سلامت خواهی از خواب امام حسین علیه السلام برای امثال ما و شما یعنی تضمین بهره برداری کامل از مسیری که ما را به انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم میرساند. خب با توجه به این مسئله اگه این قضیه دائمی شد یعنی از الان
مرتب این سلام بر وجود شما باشد. میدونید حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی سوار کشتی شد تو دریای متلاطم دارد این کشتی میرد، دستا رو بالا کرد، خدایا نکنه این 84 نفری که ما بعد از مدتی جذبشون کردیم به دین تو تو این دریا غرق بشن. خطاب رسید جناب نوح هزار مرتبه بگو لا اله الا الله. حضرت نوح دید اگه بخواد تسبیح دستش بگیرد هزار مرتبه بگو لا اله الا الله هر طور قرارش بشن بله شده است. گفت خدا یا هزار مرتبه لا اله الا الله. آروم شد. خب حالا این وقت استبعاد نکنید که از الان تا دامنه قیامت از ما سلام بر تو. در نقل می‌فرماید کسی که زیارت عاشورا رو با این خصوصیاتی که گفته شد صد لعن و صد سلام بخونه ابداً خدای متعال عناصری رو میگذارد که مرتب از ناحیه این سلام کنن به امام حسین علیه السلام. میفرماید عرق زائر، عرق بدن زائر امام حسین علیه السلام ملک می شود. حدیث داریم، چند تا حدیث، هر کی میخواد به سندش مراجعه کند، کامل الزیارات ابن قولویه قمی در بحث زیارت امام حسین علیه السلام، عرق بدن زائر هر یه دونه این عرقا یه ملک میشد. این که میگد بدن تو نبر زیر دوش، شستشو نکن با همین سر روی گردآلود، این بدن پر از عرق و این لباس پر از چون و چروک و پر از گرد و غبار راه، برو تو حرم امام حسین علیه السلام، برای اینکه این ملائک دنبالتن. اون وقت وقتی برگشتی این ملائک کنار قبر امام حسین علیه السلام میمانن، وقتی موندن از الان تا قیام قیامت برای شما سلام میکنند. الله اکبر چه دستگاهی است، دستگاه امام حسین. پس سلام ما بر تو ای حسین تا وقتی که ما حیات داریم، بعدم یه نماینده میگذاریم. آن نماینده ما اون ملائکه‌ای هستن که تا مادامی که لیل و نهار برپاست اونام بگن السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا چه سری تو این قضیه است؟ شاید یکی از اسرارش همین بود که عرض شد که سلام ما موجب سلام آنها، جواب سلام آنها بر ما می شود. یکشم اینه، اون دینی که شما براش جان فشانی کردید و به سلامت به ما رساندید، ما قول می دیم هم به سلامت به شما برگردانیم، هم به سلامت به دیگران برسانیم.
یعنی شما شدید واسطه. سال 61 این دین را به ما برسانید، ما میشیم واسطه. سال 1423 واسطه برای اینکه برگردان به شما داشته باشیم، یک که صحتش رو شما امضا کنید و این که حامل پیام شما باشیم نسبت به آیندگان، یعنی بتونیم ادعا کنیم روسفیدیم در این که آنچرا که از کربلا گرفتیم و از عاشورا به ساحت آیندگان هم رسوندیم. شاید یکی از اسرار هم همین باشد که این سلام را ما به این شکل در زیارت عاشورا داریم. امیدوارم خدای متعال به گوینده و شنونده توفیق ورود به این فضا را آنگونه که به اولیا اش عنایت می فرماید عنایت بفرماید انشاءالله. اما یکی از بزرگان قم می فرمود نشسته بودم تو منزل، دیدم در میزنن، دم در یا آقایی فرمود شما مهمون نمیخرید؟ گفتم بفرمایید. اومد تو سفره دل ما رو پهن کرد، شروع کرد صفحه صفحه برگ زدن و آن چه در دل ما بود همه رو گفت. فهمیدم از اولیا است. گفتم آقا نهار میمونی خونه ما؟ گفت باشد میمونم. باز خانم گفتم برای مهمون عزیزی داریم چلو مرغ درست کن. درست کرد و زور شد سفره رو پهن کردیم، غذا رو تیم آقا بفرما دیدیم یه کاسه کوچیک از جیبش در بود، یه شیشه آب ریخت داخلش، قدر نمک و قدر نخشکی بود، شروع کرد نخشکی بود آب نمک بخوره. گفتم آقا شما چلو ما گست ندارید؟ فرمود چرا؟ گفتم بفرما. گفت اینا رو نمیخوام. گفتم چرا؟ گفت اینا شبهه دارد، چلو مرغ میخوریم اما نشو پدارش. بعد خوابید رو زمین، یا آیه قرآن خوند رفت بالا به سلام. تو کتابم نوشته است این جمله را، کتاب هند و پاک مطالعه بفرمان، این جملات هست حاصل دوتا مسافرت به هندوستان و پاکستان این عالم جدید رو بدره به نام هند و پاک. تصویز به تا گفت اجازه میدی برم؟ گفتم نه. برگرد بیا پایین. اومد پایین، گفتم داستان چیه؟ گفت ما 40 نفریم تو عالم تیل هوا داریم، یا آیه قرآن میخونیم اونقدر میریم بالا هیچ چیزی هم نمیتوند مانعمون بشه، هیچ راداری هم قدرت گرفتن ما رو نداره. مأموریم شبهای جمعه تو صحن و سرای امام حسین علیه السلام پیاده بشه. در معیت وجود اقدس و انور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، زیارت کنیم امام حسین علیه السلام رو،
شما همه الان قصد کنید که انشاءالله حداقل یه شب جمعه رو کربلا باشه. شبهای جمعه کربلا واقعا نورانیه، یه نورانیت دیگه داره. شبهای دیگه هم نورانی سنجا و شب جمعه فرق، چون شب جمعه آدم دوتا امامو زیارت میکنه. امام حسین را و امام زمان را. و اگر یه قدری هم درست چرده باشد خودش را با گوش دلش میشنود که امام زمان میستن مقابل آن ذریح شش کوشه و میفرمایند جد بزرگ جوار یادم نمی رود آن وقت و ساعتی را که 84 زن و بچه منتظر بودن یه خبری از شما به آنها برسن. صدای لا حول ولا قوت الا بالله شما به آنها نرسیده، منتظرن یه وقت صدای زلزناه را میشنون که زلزناه شیحکشان محیمنن با کیا جریه کنان به عقب خیمه ها خودش را میرسانن. این زن و بچه منتظر از خیمه ها بیرون می دوند. چه خبر؟ می بینند زلزناه کاکلش غرق به خون است، زینش واش کن. حرکت می کنند از خیمه گاه تا قتلگاه. امیدوارم شما امروز حرکت کنید با پای دل. سرعت گرفتن دنبال زلزناه دارن میدوند، اما چهار تا خصوصیت دارن. امام زمان میفرمایند اولا اینا بلند بلند گریه می کردن، فهمیدن یه بلایی به سر حسین آمده، بلند بلند گریه می کردن. ثانیاً به صورت ها شل می زدند، لاتمات الوجوه بودند. سالسان موها را زیر معذرها پریشان کرده بودند و رابعان می گفتن وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، تا رسیدن بالای تل زینبیه یه وقت دیدن و شمرو جان سل علا صدره، شمر و سیله حسین نشسته با دست چپش محاسن آقا رو گرفته، با دست راستش با خنجر به جلوی امام. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. به حقیقت امام حسین علیه السلام ما را مشمول دعاهای خیر امام زمان قرارمون بده، توفیق درک عالی شب قدر را به هممون عنایت بفرما.
این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده، امسال را سال ظهور مهدی مقرر بدار، امسال را سال نابودی آمریکا و اسرائیل قرار بده، جمعه ظهور امام زمان علیه السلام را از جمعه های عمر ما قرار بده. اگر مرگ ما قبل از ظهور میرسد، ما را از رجعت کنندگان زمان ظهور مقرر فرما. دست ناقابل ما را به دامن قابل مهدی برسان، سلام ناقابل ما را به سمع مبارکش ابلاغ فرما، وجود ناقص و ناقابل ما را به وجود قابل و کاملش ملصق فرما. دعاهای خیر حضرت را در حق خواص در حق ما هم به اجابت برسان. در حقیقت محمد آل نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، مراجع معظم، خادمین خالص به اسلام و انقلاب و کشور و مردم، موفق و معید و منصور بیش از پیش و روزافزون بفرما. خوبی هایی که به ما دادی مخصوصا نظام اسلامی را از ما مگیر، بدی هایی که ازمون دور کردی مخصوصا حکومت طاغوت رو به ما بر مگردان. ما را مورد شماتت دشمنان قرارمون مده. ما را یک لحظه و کمتر از یک لحظه در دنیا و برزخ و قیامت به خودمون وا مگذار. اموات، شهدا، صلحا، امام امت، بزرگان دین، اموات حاضرین، شهدایی که در بین ما بودند، الان دستشان به حسب ظاهر کوتاه است، همه را غرق در